یازدهمین روز اسفند ماه برابر با 2 مارچ سال 1214 خورشیدی برابر با 1836 میلادی، زادروز تئودور نولت که خاورشناس آلمانی که تحصیلاتش را در رشته الهیات و فلسفه و کلیه زبانهای سامی تا مقطع دکترا به پایان رساند و از 25 سالگی به تدریس در دانشگاه روی آورد و سالیاد متمادی به این کار مشغول بود. تسلط او به زبانهای گوناگون و از جمله فارسی، عربی، ترکی، یونانی، اسپانیایی و ایتالیایی باعث پدید آمدن آثاری شد که هم از لحاظ کمی و هم از حیث کیفی قابل توجه است. هرچند نولت که نسبت به ایران چندان نظر خوبی نداشت و به یونان توجه بیشتری نشان می‌داد، اما کتاب‌هایی درباره ایران نگاشته است که تاریخ ساسانیان و حماسه ملی ایران از آن جمله‌اند. تئودور نولت که در آلمان به عنوان پیر خاورشناس آلمان معرفی شد. سال 1274 خورشیدی برابر با 1896 میلادی، کشف خاصیت رادیواکتیویته توسط هانری بکرل، دانشمند فرانسوی که پس از پی بردن به وجود تششعات برخی عناصر تحقیقات وسیعی را برای کشف خاصیت تششع مواد رادیواکتیویته انجام داد. وی پس از مشاهده تصویری که به کمک اشعه ایکس برداشته شده بود، اندیشه کشف ماده‌ای در ذهنش نقش بست که تحت تأثیر نور از آن اشعه ایکس صادر کند. بکرل این خاصیت را در اورانیوم که یکی از مواد رادیواکتیویته است مشاهده کرد و با ادامه تحقیقاتش در 30 ژوئن همان سال موفق به کشف عناصر رادیواکتیویته اورانیوم شد. اهمیت کار علمی بکرل باعث شد تا جایزه فیزیک نوبل را دریافت کند. این کشف سبب شد تا مقدمات ایجاد عصر تازه‌ای به نام عصر اتم فراهم آید. همچنین به همین سبب هانری بکرل را پدر علم فیزیک جدید نامیدند. سال 1317 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، در گذشته هوارد کارتر، باستانشناس انگلیسی که ضمن ادامه تحصیلاتش طراحی و نقشه کشی را از پدرش فرا گرفت و از 17 سالگی راهی مصر شد. کارتر پس از چندی در اداره باستانشناسی مصر مشغول به کار گردید و با پیشرفت در این اداره به عنوان بازرس کل اداره باستانشناسی مصر انتخاب شد. او در طی سالیان متمادی موفق به کشف مقبره‌های مربوط به فرعون‌های مصر گردید و شهرت فراوانی یافت. اما مهمترین کار کارتر کشف مقبره توتانخامون، 12 فرعون از سلسله 18 فرعونه مصر بود. این مقبره که پس از 6 سال رسما گشایش یافت، علاوه بر پیکر مومیایی توتانخامون که در 3 تابوت تو در تو قرار داشت، مجموعه از اشیاء زرین، جواهرات گوناگون، پارچه های الوان و ظروف گران قیمت را در بر می گرفت. با این حال جسد مومیایی شده فرعون پس از گذشت حدود 33 قرن همچنان تازه و قابل شناسایی بود. کارتر علاوه بر اکتشافات فوق، چندین کتاب در زمینه کاوش‌های خود به نگارش درآورده است.